مدیر اجرایی بنیاد جهانی حمایت از بازمانده های باستانی در بخش های جنگ زده برای نخستین بار از ژنو به کابل آمده است تا تعهد 2.6 میلیون دلاری این بنیاد را برای کاوش های باستان شناسانه و ایجاد پارک باستان شناسی در بالای سر کابل اعلام بکند. افغانستان به خاطر بامیان و از بحر میراث فرهنگی بسیار غنی و متنوعش در اولویت ما قرار دارد. امروز ما توانستیم 12 پروژه را به ارزش 7 میلیون دلار حمایت مالی نماییم. در کنار این پروژه بالا حصار است که بزرگترین پروژه ما در جهان است. در کنار کاوش‌های باستان‌شناسانه، کارهای بازسازی و مرمت‌سازی دیوارها و ساختمان‌های بالای سر کابل نیز به حمایت مالی هند از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان در جریانند. فعالیت ما در افغانستان برای دو هدف عمومی است: ارتقاء ظرفیت افغان‌ها برای یک آینده که دولت افغانستان، سکتور خصوصی و متخصصین افغانی بتوانند که ساحات مهم تاریخی کشور را حفظ کنند. از چهار ماه بدین سو هیئت باستانشناسی فرانسه بازمانده های میماری یونانیان تا کوشانی ها دوره پیش از کوشانیان، یفتلی ها و دوره های اسلامی را از این دژ به دست آورده است. ما در برابر بالا حصار که صدها سال قدمت دارد قرار داریم. این مکان به جای مبدل خواهد شد تا مردم درباره تاریخ کابل بدانند. حکومت افغانستان میگوید که بازمانده های باستانی در نتیجه سالها جنگ در افغانستان سخت صدمه دیدند. سیاست گذاری را وزارت اطلاعات فرهنگ میکند، اولویت بندی را حکومت افغانستان میکند، اما توجه نهادهای بین المللی برای تمویل اینها ضرورت است. بنیاد جهانی حمایت از بازمانده های باستانی در بخش های جنگ زده چهار سال پیش در ژنو پس از آن ایجاد شد که بسیاری از بازمانده های تاریخی در خاورمیانه از جمله عراق و سوریه از سوی داعش ویران شدند.